مقاومت ایران به موازات فعالیت ها و عملیات کانون های شورشی در داخل کشور کارزار گسترده سیاسی رو هم در خارج از کشور به پیش میبره کنفرانس هایی که در اون شخصیت های سیاسی و حقوق بشری برجسته کشورها در اون شرکت و سخنرانی می کنند. قطعا پرداختن به همه کارزارهای سیاسی مقاومت وقت و زمان بسیاری می اجازه بدید به همین چند روز اخیر نگاهی بندازیم و برخی فعالیت های مقاومت ایران رو با هم مرور کنیم. خب از روز 18 آذر شروع می‌کنیم. در این روز کنفرانسی در هلند به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با شرکت نمایندگان پارلمان هلند و شخصیت های سیاسی در لاهه برگزار شد. این کنفرانس به عنوان ایران افزایش اعدام‌ها در داخل، تروریسم و جنگ افروزی در خارج، ضرورت حمایت از مقاومت مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک برگزار شد. از جمله شخصیت‌های شرکت کننده در این کنفرانس خانم دورین روکماکر نماینده پارلمان اروپا از هلند ادمل نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس یونامی تا سال 2011 رهبر سابق حزب کارگر هلند درک یان اپنیک نماینده پارلمان هلند تا 2023 هنگ دهان رئیس سابق کمیسیون خارجی پارلمان هلند سناتور لوک فانبلی عضو سنای هلند و همینطور خانم اینگریت بتانکور کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا سخنرانان در کنفرانس بودند که از اهداف آزادی خانه مقاومت ایران حمایت کردند کارزار گسترده دیگه ای که مقامت ایران به راه انداخت اعتراض به سفر اعلام نشده رئیسی جلاد به ژنو بود. مقامت ایران با تمام قوا در مقابل حضور رئیسی در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان ایستاد. به موازات کارزار حقوقی که با شکایت تعدادی از بازماندگان قتل عام 67 انجام شد، فعالیت‌های سیاسی جهت به شکست کشوندن این سفر به راه افتاد. روز 21 آذر ماه مقاومت ایران کنفرانس مطبوعاتی در ژنو مقر اروپایی ملل متحد برگزار کرد و در آن به محاکمه رئیسی جلاد 67 فراخواند. داد. در این کنفرانس تعدادی از یاران و اعضای مقاومت ایران سخنرانی داشتند. همچنین روز 21 آذر کنفرانسی در کنگره آمریکا در محکومیت نقض حقوق بشر و تروریسم و جنگ افروزی رژیم آخوندی برگزار شد در این کنفرانس تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب سخنرانی کردند همچنین خانم مریم رجبی به صورت ویدئویی در این کنفرانس سخنرانی کرد همچنین در بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر و حمایت از مقاومت و مبارزه مردم ایران کنفرانس پارلمانی در مجلس اعیان انگلستان با حضور اعضای هر دو مجلس و حقوقدانان برجسته برگزار شد در این کنفرانس نمایندگان مجلس این انگلستان به لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران و اتخاذ یک سیاست قاطع برای مقابله با جنگ افروزی رژیم در منطقه فراخان دادند همچنین بیش از 450 شخصیت بین المللی شامل رؤسای جمهور و نخست وزیران و وزیران پیشین نمایندگان پارلمان، کارشناسان و متخصصان ملل متحد، انجمنها و سازمانهای غیر دولتی، شخصیت‌های سیاسی، منتخبان مردم، وکلا و حقوقدانان از کشورهای مختلف جهان با امضای بیانیه‌ای از کمیسره عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواستار لغو سفر برنامه ریزی شده رئیسی به ژنو و پیگرد جلاد قتل آم و عضو هیئت مرگ در قتل آم زندانیان سیاسی در سال 67 شده بودند ایرانیان آزاده و اشرف نشانها روز 22 آذر تظاهرات بزرگی در ژنو برگزار کردند هدف اعلام شده این تظاهرات اعتراض به حضور رئیسی جلاد در ژنو بود اما پیشتر از اون رئیسی جلاد در وحشت از دستگیری و فضاحت بین المللی از این سفر با واپس تملگید و مهره همکار قاسم سلیمانی یعنی امیر عبداللهیان رو به جای خودش فرستاد و روز پنجشنبه 23 آذر ماه یک کنفرانس در آلمان در روز جهانی حقوق بشر با حضور شماری از نمایندگان پارلمان آلمان از گروه های مختلف سیاسی و مقامات پیشین دولت و شخصیت های سیاسی این کشور در برلین برگزار شد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقامت در این کنفرانس به صورت آنلاین شرکت و سخنرانی کرد. در این کنفرانس بیانیه مشترک بیش از 500 نماینده پارلمان شامل 180 نماینده بوندستاگ، پارلمان فدرال آلمان از تمامی فراکسیون‌های پارلمانی که خواستار اتخاذ یک سیاست درست در قبال رژیم آخوندی شدن ارائه شد. همزمان با این فعالیت ها البته باید قدردانی بکنیم از تلاش های بیوقفه اشرف ها و شورشیارانی که در سرمایه سخت اروپا و آمریکای شمالی در شهرهای مختلف ذره دست از تلاش بر و مثل همیشه صدای مردم ایران شدند تظاهرات اشرف نشان ها سحنه دیگه از عزم و اراده مردم ایران برای آزادی خب دوستان عزیز این بود مروری گذرا به برخی فعالیت های مقاومت ایران در چند روز اخیر